سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تی وی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار درباره یه گیتی پاشایی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. گیتی پاشایی تهرانی، خواننده، آهنگساز و بازیگر ایرانی در 23 خرداد ماه سال 1319 چشم به جهان گشود. پدر بزرگش جعفر منصوری شاعر و استاد تار و خط بود و نوازندگی تار و ستار رو به مادر گیتی آموخت و بدین ترتیب گیتی از طریق مادرش با موسیقی آشنا شد. وی ردیف‌های موسیقی سنتی رو نزد فرامرز پایور، مهدی فروغ و محمود کریمی آموخت. پدرش مهدی پاشایی و مادرش مرضیه منصوری بودند. او 4 خواهر و 2 برادر داشت، فرزند اول خانواده بود و از کودکی علاقه زیادی به خوانندگی داشت و اولین ترانه‌اش را در 2 سالگی در کودکستان خوند و ترانه یه سگ قشنگی داشتم خیلی دوستش می‌داشتم بوده. در دوران دبستان نیز بیشتر در برنامه‌های هنری شرکت می‌کرد و آواز می‌خونده. در دبیرستان یه دختر کاملا سرشناس بوده، یکی به خاطر برنامه‌های هنری و دیگری به خاطر مهارت در کار ورزش. در بسکتبال نیز مانند خوانندگی پیشرفت فراوانی داشته و 2 سال پی در پی در مقام کاپیتان تیم بسکتبال و والیبال دبیرستان شاه دخت در مسابقات شرکت می‌کرده. علاقه زیادی به صدای دلکش داشته و به گفته خودش صدای ایشون رو تقلید می‌کرده و شباهت زیاد صدای او به صدای دلکش باعث شده بوده اونو دلکش دبیرستان شاه دخت بنامند. علاقه او به دلکش به حدی بود که یه بار در مراسمی دلکش صورت ایشون رو بوسیده و او به مدت 1 ماه صورتش رو به خاطر اینکه جای بوسه دلکش پاک نشه نشسته بوده. در کلاس 10 پدرش را از دست داد و هنوز درد این حادثه التیام نیافته بود که در کلاس 11 یکی از خواهرش که 1 سال از اون کوچیک‌تر بوده و علاقه شدیدی به اون داشته به بیماری مغزی مبتلا میشه و چون پزشکان از معالجه قطع امید میکنن دست به خودکشی میزنه. مرگ اون گیتی رو چنان بیمار میکنه که مادرش از ترس و ناچاری اونو برای استراحت و ادامه تحصیل به آمریکا میفرسته و این در زمانی بوده که اون دیپلم گرفته بود. به مدت 7 سال و نیم در خارج از ایران بوده که 5 سال اون در آمریکا، 1 سال انگلیس و 1 سال و نیم در آلمان در رشته زبان و دکوراسیون ویترین تحصیل می‌کرده. در خارج از ایران نیز به دلیل علاقه‌ای که به خوانندگی داشته در برنامه‌هایی که ایرانیان مقیم خارج از کشور ترتیب می‌دادند شرکت می‌کرده و می‌خونده. بعد از این مدت به ایران برمیگرده و وقتی خواننده شدنش رو با مادرش مطرح میکنه با مخالفت اون روبرو میشه، تنها به دلیل حرف مردم که میگن اون 7 سال و نیم در خارج از کشور تحصیل کرده و سرانجام خواننده شده. اما بالاخره مادر دست از مخالفت میکشه و گیتی پس از امتحان در رادیو موفق میشه به طور رسمی در رادیو به عنوان خواننده استخدام بشه. اولین آهنگ اون سرگذشت بود، از ساخته های پرویز مقصدی و وایس اون از ترانه های افغانی بود. در سال 1967 زمانی که در نیویورک بوده با پسر ایرانی آشنا شده و علاقه شدیدی به اون داشته، ولی زندگی خیلی زود اونا را از هم جدا کرده. اما آتش این عشق هرگز خاموش نشده بوده. در سال 1348 در مراسم خودمونی در شمال کشور با حضور نعمت حقیقی و بعضی از دوستان مسعود کیمیایی به نامزدی کیمیایی در میاد و 2 ماه بعد به طور رسمی با یکدیگر ازدواج میکنن. ثمره این ازدواج پسری به نام پولاد میباشد.
مسعود کیمیایی متولد 7 مرداد ماه 1320 کارگردان، فارغ التحصیل دیپلم متوسطه از دبیرستان بدر، از موسیقی و ساز پیانو شروع کرد تا اینکه با دستیاری به کارگردانی رسید و بعد از جدایی از همسر اولش مهشید با گیتی ازدواج کرد. او از همسر قبلی خود یک دختر به نام گیلدا داره که اکنون در خارج از کشور زندگی میکنه. کیمیایی 2 سال بعد از فوت همسرش گیتی پاشایی در سال 1376 وقتی 56 ساله بوده با گوگوش خواننده مشهور ازدواج میکنه و 6 سال زندگی مشترک داشتن و نهایتاً با خروج گوگوش از ایران در سال 1382 از هم جدا میشن. پولاد تنها فرزند گیتی پاشایی و مسعود کیمیایی متولد 23 تیر ماه سال 1359 در تهران، فارغ التحصیل رشته هنرهای تصویری دیجیتال از آلمان در مقطع لیسانس. گیتی در اواخر دهه 40 فعالیت خودش رو با خوانندگی در رادیو و تلویزیون آغاز میکنه و به خوندن تصنیف‌های مردمی مشغول میشه. ترانه های شب من شب تو، دل بلهوس، گل مریم و یه دل دارم از جمله ترانه هایی که اون در اون زمان خونده بوده. ایشون همچنین مدتی هم در کاباره باکارا کار کرد و علاقه‌مندان زیادی پیدا کرد. معمولاً در چنین اماکنی خوانندگان جوان که آهنگ‌های شاد اجرا می‌کنن بیشتر از خوانندگان دیگر توجه مردم رو جلب می‌کنن. در سال 1354 به عرفان روی آورد و سپس بر روی شعرهای شاعران معاصر چون مهدی اخوان ثالث، احمد رضا احمدی، محمد علی سپانلو و نصرت فرزانه آهنگسازی کرد. در سال 1356 در فیلم سفر سنگ به کارگردانی همسرش مسعود کیمیایی به عنوان بازیگر حضور یافت، اما بعد از اون دیگه به بازیگری نپرداخت. علیرضا میبودی در تلویزیون پارس میگه مدتی پیش از انقلاب اسلامی در ایران گیتی را همراه مسعود کیمیایی در فرودگاه شیراز با پوشش کامل اسلامی و عینکی بزرگ دیده و از گرایش پیدا کردن ناگهانی گیتی به اسلام شگفت زده شده. اما مدتی بعد گیتی با ناراحتی ایران را ترک کرد. در آمریکا گرین کارت و مبلغ هنگفتی از اون را به سرقت برده و او دوباره به ایران برگشت. در سال 1368 به آلمان رفت و در هامبورگ یک دوره موسیقی کلیسایی و ترانه‌های مذهبی را گذروند. گیتی پاشایی پس از انقلاب به طور جدی به کار آهنگسازی پرداخت و با 3 فیلم تیغ و ابریشم در سال 1365، سرب در سال 1367 و گروهبان در سال 1369 هر 3 به کارگردانی مسعود کیمیایی به عنوان آهنگساز فیلم شناخته شد. سرانجام گیتی پاشایی در 17 اردیبهشت ماه سال 1374 بر اثر بیماری سرطان سینه در سن 54 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه 103 ردیف 142 شماره 31 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.